آیا واقعا تئاتر امروز ایران نسبت به سالهای گذشته قدمی به پیش گذاشته؟ آیا پیشرفت‌های فنی و محتوایی شما در تئاتر ایران می‌بینید؟ تئاتر ایران تئاتر پویایی است یا داره درجا می‌زنه؟ بیشک همین چیزی که آقای دکتر حکا گفتن من خیلی موافقم باشون. ما باید اینو جدا بکنیم، تئاتری‌هایی که در بدنه تئاتر کشور هستن و کسایی که مسئول تصمیم گیری و سیاست گذاری بر تئاتر کشور هستن، اونا سیاست هایی که از بیت رهبری همچون که گفتم اعمال میکنن مسئول عملی کردن این سیاست ها هستن، ولی در بدنه تئاتر کشور هستند خیلی از تئاتری هایی که باور کنید که شغل دوم سومشون تئاتره. در خوشبینان ترین حالت تئاتری ها در به حوزه سینما و به حوزه تلویزیون کشیده میشن، این در خوشبینانه‌ترین حالتشه، ولی ما می‌بینیم که اکثر تئاتری‌های کشور شغل دوم سومشونه، راننده تاکسی هستن و شغل‌هایی که اصلاً به شخصیت هنریشون هیچ ربطی نداره، ولی مجبورن و این چندین ساله با این وضع، با این مشکلاتی که بوده دست و پنجه نرم کردن. نبود سیستم آموزشی، نبود مشکلات آموزش و پژوهش در زمینه تئاتر و مشکلات بیمه هنرمندان، ما هر روز شاهد این هستیم که فلان هنرمند در فلان شهرستان به خاطر کمبود مادی مجبوره که قرض کنه، نمیدونم کجا بره. مشکل تئاتر کشور از طرف کسایی هستن که مسئول سیاست گذاری هستن، ولی به جرات میتونم بگم که ما سال به سال شاهد پیشرفت تئاتر کشور هستیم که با تمام مشکلات و با تمام مشکلاتی که تئاتری ها دارن، تئاتری هایی هستن که در بدنه تئاتر کشور هستن، ولی متاسفانه کسایی که مسئول سیاست گذاری بر تئاتر کشور هستن اصلا براشون مهم نیست که بیمه هنرمندان درست کنن. نمیدونم تو شهرستان ها ما بعد از انقلاب فرهنگ سراها و مجتمع فرهنگی هایی رو دیدیم که تأسیس شده، سالن هایی که در اونجا هستن سالن های اصلا به هیچ وجه استاندارد نیست. حکومتی که بعد از 30 سال در شهرستان ها به هیچ وجه به ساختن سالن ها روی نیاورده و سالن های چند منظوره رو درست کرده، از این بیشتر نباید انتظار داشت. البته در تهران آقای بهرام اشاره کردید، همینطوری که میفرمایید، من حالا در مورد این صحبت خواهیم کرد بعد که برگردیم به شما، که واقعا فاصله بین تئاتر شهرستان و تئاتر تهران چه هست؟ چون بخش عمده توجه حداقل در فضای رسانه بیشتر متمرکز بر اون چه که در تهران میگذره هست. اشاره هم کردیم ابتدای برنامه که شهرداری تهران به دنبال این هست، اونطور که ادعا میکنن بزرگترین سالن نمایش در خاورمیانه رو به زودی حالا تا پایان سال راه اندازی بکنن. یک توضیح خیلی کوتاهی آقای بهرامی قبل از اینکه بحث رو با آقای دکتر حکاک دنبال بکنیم بدید که خود شما چه شد که از ایران آمدید بیرون، چه اتفاقاتی شما رو به اون نقطه رسوند که مجبور شدید کشور رو ترک بکنید؟ خیلی فشرده بفرمایید. متاسفانه من در سال 87 دستگیر شدم و در دوران دانشجویی، وقتی که دانشجوی کارشناسی بودم دستگیر شدم و بعد از اینکه کارشناسی ارشد من قبول شدم، متاسفانه از طریق نهادهای امنیتی منو دانشجوی ستاره در و سه ستاره تشخیص دادن و بعد از انتخابات من ناچار شدم کشور رو ترک کنم به خاطر تهدیدهایی که از طرف وزارت اطلاعات میشد و به جرات میتونم بگم که من غیر از تئاتر و غیر از هنر کار دیگه نمی کردم، ولی این مشکلیه که خیلی از دوستان دیگه دارن و عصبانی نیستم دقیقا به کسایی مثل بنده که ستاره شدن میپردازه، ولی متاسفانه میبینیم که خیلی عظیمی از دوستان من که ستاره هستن ناچار شدن که از کشور خارج بشن. در این چند سالهای قبل از اینکه از ایران بیاد بیرون میتونید اشاره بکنید به بعضی از کارهایی که با حالا کارگردانهای خاصی کار میکردید که احتمال داره مثلا در اون کارها براتون مشکلاتی ایجاد شده باشه؟ من آخرین کاری که در شهرستان در مریوان من
روی صحنه داشتم و بعد از اجرای تئاتر من مجبور شدم کشور رو ترک کنم. آخرین اجرایی که داشتم سرود اوفیلیای صدها هزار اوفیلیای عاشق اثر استاد عزیزم دکتر قطب‌الدین صادقی بود که بعد از اون من ناچار شدم که کشور رو ترک کنم و خوشبختانه همین کار رو دوباره من تونستم توی فرانکفورت، توی آلمان، چند شهر آلمان و توی سوئد من تونستم این کار رو اجرا کنم.